بله، ما یک عملی داریم که انجام میدیم هر روز چندین بار، این رفع حاجات که خیلی نمیدونن که چندین مصباح در این رفع حاجات وجود داره، مصباح صحیح تورا، و این مصباح تورا چیه؟ لو تشکدو نفشتخم، مکروه نکنید جان خودتون را، که هرچی که این اگر انسان نیازمند رفع حاجات باشه نکنه، این باعث میشه که جانش تومای ناپاکی بپذیره و انسان از دشم درخت دور میشه، چون این مدفوع و ادرار اینا توفاله بدن هستن که اینا تو بحث باستین دفت بشن، اگه دفت نشن در بدن ببونن اینها باید میشه که نشمه انسان، جان انسان، روح انسان تمه بشه، ناپاک بشه. بنابراین اگر انسان احساس میکنه باید بره دستشویی، فوری بره، صبر نکنه، فوری احساس که بره، این رای درست اینه. حالا خب، حالا امکان داره که انسان در کاری در تیلی میخونه، زوار میخونه، گبره میخونه، تورا میخونه، هر چی باشه این باید چه کار کنه؟ فوری بره؟ بله، عرب بنشاییم فرمان باید فوری بره، صبر نکنه. حالا چطور در همطور تورا میخونه باید بره، ولی لحش در لحش بغیر احساس باید چه کار کنه؟ بره؟ نه، چون قبل از لحش بسیگه در چی؟ اگر قبل از لحش احساس نمی کرد و بعد در موقع لحش این احساس ایجاد شد، لازم نیست بره، ادامه میده تا آخر لحش. ولی اگر قبل از لحش احساس میکرد و نرفت و این همطور ادامه داد بخوندن تپیلا، این در اینجا مسئله باید چه کار کنه؟ بره بیرون، در وسط لحش بره بیرون یا نره؟ اگر نمیتونه اصلا هیچ تحمل بکنه، این اگر دو دقیقه تحمل کنه فوری خارج میشه، بعد فوری بره، باره بره دستشویی و بعد بیاد برگرده و نتیلا بگیره، بعد ادامه بده به خوندن لحش، اینطوری بعد بشه. حالا این اگر انسان چقدر طول بکشه، تا اگر این اگر مثلا دو دقیقه سه دقیقه چیز اسکار نداره، میده برمیگرده به اونجایی که قطع کرده و ادامه میده. ولی اگر انسان 15 دقیقه، نمیدونم 16 دقیقه طول کشید تا اومد، این در این صورت اگر ما حساب میکنیم معمولا لحش این انسان چقدر طول میکشه، چقدر ادامه داره، بگیریم 10 دقیقه بعد این چقدر طول کشید، 16 دقیقه بعد برگه دورور برگه از اول لحش شروع کنه، از لحش شروع کنه. چرا؟ چون 16 دقیقه طول کشید، حتی 12 دقیقه 11 دقیقه بیشتر از این که بیشتر از این که طول میکشه برای خوندن لحش در دستشویی بوده و دستشویی نمیتونه چیز کاری بکنه، نمیتونه چیز لحش بخونه ادامه ده، بس این میشه یه نوع انصراف فکر از خوندن لحش و برگرده برخ. ولی اگر مثلا در دستشویی 8 دقیقه بود، بعد 8 دقیقه اومد بیرون و نتیجه را گرفت، تا اومد شد 10 دقیقه، شد 12 دقیقه، در صورت لازم نیست برگرده به سر اول لحش، را چون فقط 8 دقیقه در دستشویی بوده، فقط 8 دقیقه این نمیتونسته در اونجا چیزی هیچ اصلا لحش ادامه ده. ولی وقتی که از دستشویی اومد میتونه ادامه ده، ممکنه که دستش هنوز وقت نتیر را بگیر. خب ببرین باید حساب بکنه از موقعی که رفته تا بعد اومده چقدر طول، از وقتی که لحش را دعت کرده تا اومده برگرده چقدر طول کشید. اگر دیده که در ساعت اون دقایقی که در دستشویی بوده بندازه زمانی که برای هر خوندن هر بار لحش طول نکشیده، این لازم نیست برگرده به اول لحش بلکه ادامه میده. ولی اگر دید که زمانی که در مسئولیت اندازه وقتی که برای خوندن لحش طول کشید بعد برگرده اول لحش، اگر شک داره نمیدونه ممکن بیشتر باشه کمتر، اینم بعد برگرده اول، چون این یه نوع منصرف فکره، بعد برگرده.
خب در این صورت انت باید خیلی خیلی باده باشه قبل از تپیلا خوندن. این خود خیلی مهمه که خود برای خودش را معاینه کنه، خود را ببینه آیا احتیاج داره یا نداره. اگر مثلا قبل از اینکه بیاد تپیلا 2 ساعت قبل از این چای خورد، یک چای خورد، اینو خورد، اون نوشیدنی خورد، اون نشه خورد، البته بعد بره، چون این 2 ساعت گذشته، این معمولا این احتیاج داره که بره برای دستشویی، بعد بره. و خیلی پیش میاد، بله خیلی پیش میاد که انسان 2 ساعت 3 ساعت قبل از تپیلا چای میخوره، چیزی میخوره و نوشابه میخوره، به خصوص نوشابه هایی که زود این ادرار را تحریک میکنن، مثل آب پرتقال، چیزای کمی ترش، اینا زود تحریک میکنن، هندوانه. برابر این باید انسان خوب مواده باشه که قبل از تپیلا خودش را بره و تمیز بکنه، بعد بتونه بر فکر راحت بیاد تپیلا بخونه. خیلی اوقات هست که انسان این اهمیت میده، بعد مسئله ایجاد میشه، بره نره، چون خیلی خیلی سخت، بعد یعنی خیلی باید بهش اهمیت. حالا ما وقتی میریم دستشویی گفتیم این تشکل نفشت غیم انجام میدیم و لوی بقا اگر انجام میدیم که انسان عقیم نشه، که اگر خودش نگه داره این ممکن عقیم بشه. همینطور مثبای و یا معنی قدوش، یا معنی قدوش یعنی چی؟ یعنی ما اگر در دستشوی هستیم نمیدونیم در باره تو را فکر کنیم، نمیدونیم در باره قدوش ها، در باره مثبت فکر کنیم. جای مقدس، این جای مقدس نیست، جای تمام. اگر ما خودمون به خودمون فشار بیاریم که درباره تورا و میثوت این را فکر نکنیم، هر ثانیه داریم ما میثوت انجام میدیم، میثوت مرحل قدوش، که اون محلی که تو در اینجا داری میخوای تورا بخونی باید مقدس باشه. اون در جایی که مقدس نیست، یعنی مثلا دستشویی یا جایی دیگه که نمیشه طبق هلخه تورا خون، نمیشه حتی فکرم کرد، بعد انسان بعد ماده باشه که هیچ فکر تو را نکنه و هر ثانیه داره میثوای تو را انجام میده. پس انسان قبل اینکه بره دستشویی فکر بکنه ما دارم میثوای بچه خدو نفشت خیم انجام میدیم، همینطور میثوای من نخواه خدوش انجام میدیم و هشم درخواست کنه با فکرش برنه که هشم را کمک کنه که هیچ درباره تو را فکر نکنه. و بعد حالا بعد از اینکه انسان رفت دستشویی تا اونجا که امکان داره بعدی برخای عشر سر را در اسرع وقت برخا بگه، نه اینکه بذاره حالا من کارا بکنم اونجا برم، نه، بعد فوری از دستش اومد نتیلا بگیره، فوری در عشر سر بگه. این وظیفه اجباره، چون تا وقتی که انسان رفت دستشویی و رفت حجر کرد، وظیفه گفتن برخای عشر سر برش محول میشه، بعد فوری برخا بگه. منتها چی؟ اگر مثلا یک بچه داره گریه میکنه و نمیتونه اصلا فکرش را نیت بکنه، نمیتونه اصلا فکر بکنه، گیجش میکنه، نمیتونه چه کار بکنه، اول بره بچه را آرام بکنه، ساکت بکنه، بعد بیا برخواه عشر سر بگیه. یا مثلا کسی بهش قرار داشت که در این ساعت تلفن میکنه، بعد حتما جواب بده، خیلی کار مهمیه، اول بره تلفن جواب بده، بعد بیاد و سر سر بگه. چون در این مواقع ما میتونیم این برخواه سر سر کمی تاخیر بدیم. حالا تا چه اندازه، تا چه ساعت، تا چه مدتی انتر اگر فراموش کرد سر سر بگه، مثل برخواه بگه، تا 1 ساعت و 12 دقیقه در خلال 1 ساعت و 12 دقیقه بعد از رفع حاجت میتونه برخواه سر سر بگه. اگر بیشتر از این باشه این برخواه دیگه از دست را بنابراین بعد انسان سعی کنه که هیچ فراموش نکنه و این تاخیر نیفته، که اگر تاخیر بیفته یک مسئله دیگه پیش میاد، یه گرفتاری دیگه پیش میاد، یکی دیگه اصلا برخی اصلا از دست میره. و عشر سر برخی بسیار مهمیه، بسیار بسیار ارزش داره برای سلامتی انسان، بسیار ارزش داره. و انسان میتونه وقتی میره رفه خل بسار رفه نجیت کنه که اصلا برای خلفوا بده بلانکات 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 خل بزار مفید العصور. رب ربینو کدیر یعنی بسلام
که در علم قبله بسیار بسیار عالیقد بودن، همینطور نقد قبله در بیت توره، همین گمارا، همشنا، حالا خود گفتر برخای عشر سر 20 دقیقه طول میکشید، 20 دقیقه طول میکشید برای عشر سر. این 20 دقیقه حتما نیت های قبله میکردن و به نظر من این وقتی میگه رفه نیت میکرد برای این مریض و اون مریض و اون مریض و مریض و برای این همه طول میکشید. از زاغ بود.